بسم الله الرحمن الرحیم سلام می کنم به دانش آموزان گلم خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم امروز یه بحث کاملی براتون میگم از بحث لان بحث پلاس مودسم و اینکه آقا سلول زنده چه سلول مرده یا هیچ چجوریه یه جدول درجه هم برای این موضوع براتون می نکات خوب و کاملی در رابطه با این مباحث خدمتتون عرض خواهم کرد اما بریم سراغ ادامه متنمون این که جلسه قبلی کامل با هم ترکوندیمش ایشالا که شما هم اینا قشنگ ترکونده باشید بهتون گفتم دیگه قشنگ برای خود یه برگه بزنید دوری نزدیکی به انقدر بگو که قشنگ ملکه ذهنتون بشه با هم به صورت بازی دیگه بشینید دور هم هی بگین وقش بذارید قشنگ براتون جا بیفته این شکل هم که کاملا مشخص دیگه چا سیتوپلاس سیتوپلاس این سلول سیتوپلاسمی اون سلول و دیواره بخشای مختلف تیغه میانیم دیواره نقصی دیواره پسینشو براتون نشون داده اما متن رو بخونیم و توضیح بدیم دیدیم که دیواره یاخته ای دور تا دور یاخته را میپوشاند آیا این دیواره یاخته ها رو به طور کامل از هم جدا میکنه سوالی که بچه اینجا میخوایم بهش جواب بدیم چی میگه آقا میگه آقا این همه تو صحبت کردی در دیوار نکته گفتیم دیواره فلان 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 همه اینا رو گفتی ولی آیا این دیواره دو تا سلولی که در کنارم کاملا از هم جدا میکنه منفکت کامل هیچ ارتباط بین اینا نیست نه بچه این اتفاق نمیفته یعنی راه ارتباطی بین این یاخته ها در کنار هم هست اینا با هم در ارتباط هستن آقا چجوری؟ مشاهده بافتای گیاهی با میکروسکوپ الکترونی نشان میدهد که کانال های میان یاخته ای از یاخته به یاخته دیگر کشیده شده به این کانال ها پلاسپوندس میگوین یه نکته ریزی بهتون بگم بچه که خیلی شاید این مطر رو میخونن خیلی بچه بهش توجه نمیکنن تست میاد کدامی که گذینای زیر درست است جمله من اینه مشاهده بافتای گیاهی با میکروسکوپ نوری نشان میدهد که کانال‌های یعنی میان یاخته یا یاخته یا یاخته دیگر کشیده شده است. به این کانال به دست می‌آید. بچه خیلی جمله را درست میزنن و می‌دانند. در حالی که حواسشون به این کلمه کل متن کتاب بهتون دادم ما این حواس کردم نوع میکروسکوپی که داره ذکر میکنه بچه‌ها مهمه یادتون بمونه این داستانی که پلاسمودس که داریم میبینیم با میکروسکوپ الکترونی داریم بینیم. این نکته اول نکته دوم چی آقا؟ ببینید بچه‌ها این دیواره ای که یه تیغه میانی اون کشیده بین دو تا سلولی که تازه میخواد متولد شن یه تیغه میانی کشیدی بعد آجورچینی هم کرد و کاری نداریم ولی بچه ها بین این دو تا سلول ببین شکلی که پایین هست شکل خوبیه میبینی یه حالت منافزی هست که اینا به صورت کانالی میشه یعنی ببین این میری تو مثل این فیلم های تاریخی هستن اینجوری میرم با چرا قوه یا حالت این منافظ یا حالت کانالی داره بین این تا سلول مجاوری که در کنار هم هستن از طریق این کانال سیتوپلاس بهشون بچه ها به هم متاب... تبادل میشه فقط که در حالا سیتوپلاس بهشون مواد مغزی مواد دیگه هم هستن فقط یادتون باشه سیتوپلاس جریان داره در اون پلاس موندس و تبادل میشه نکته ای که خیلی مهمه اندیامک هایی درون سیتوپلاس تبادل نمیشه اینجوری نیست که مثلا این صدا کنه فلان ای می این واکوئلا تو میدیدیم واکولا پلاس اینجوری نیست ولی سیتوپلاس پلاس بله در اینجا جریان داره منظور از سیتو اون چی اندامکای در اون سیتو پلاس نیست مواد مغذی ترکیب دیگه اینا تبادل داره اما اون خیلی در اوت این بس نکته بهتون بگم یکم جلوتر بریم مواد مغذی و ترکیب دیگه میتونن از روی سیتوپلاس پلاس و از یاخته به یاخته دیگر برون پلاس ها در مناطقی از دیوار به نام لان صحبت دارم شو. به فراوانی وجود دارد لام به منطقه گفته میشود که دیواره یه یاخته در اونجا نازک است ببین اینم قشن تو شک تو برای تفهیم میشه درکش میکنی ببین قسمتی از اینو میبینی قسمتی از دیواره هم نازک میشه ببین میگیم لام مثال بزر بزنم فرض کن یه دیواری آره فرض کن بین این اتاق با اتاق بغل این دیواره هست خب من میخوام یه راه ارتباطی بدم از این اتاق به اون اتاق که مثلا اون اتاق یار مثلا دوست من اونجا هست هر از گاهی مثلا میشه میگم یک اکساندیس اون به من بده من یک اکساندیس از تو کاناله بدم به اون حالا پیشنهاد تو اصلا خودت عقلانی بگو این دیواره که این وسطه یه جایی نازک میشه یه جایی قطور میشه اینجوریه یه دیواره نیست که همه جاش یکسان باشه یه جاش نازکه تو عقلا خداوکیلی بخوای کانال تو بری بیشتر بزنی کجا بیشتر میرین کانال ایجاد میکنه که رایت رو میرین جای نازکتره دیگه اصلا مشخص و عقلانیتره چون نازکتره سوراخ کردن و حفره ایجاد کانال زدن خیلی وارد راحت تر این هم دقیقا همین رو یک جاهای از این دیواره که بین این دوتا یاخته هست یه جاهای بچه اینجا جاها نازکتره به اینجا که نازکتره میگیم لان خود لان اینه اما نکته که در طول لان مهمه اینه پلاسمودسفا در مناطق از دیواری که به نام لان هست فراوانی وجود دارد تو قسمت هایی که لان هست فراوان هستن حالا نکات تستی این که خیلی ساده بود دیگه تا اینجا که بحث سنگین نیست نه ساده است خیلی راحته اما نکته تستی اون کلید واژه‌ای که بهتون میگفتم تو تستا نیاز داریم ایناست بچه ها. یه نکته هایی که تو تستا بچه‌ها رو گیر میندازن جنس پرسیدنه جنس لان دانش میگه یا حسین تو کتاب من نگفته خب بابا چرا هول میکنیم مگه لام بده نگفتم قسمت های نازوکه دیواره است فقط قسمت های نازوکه چیز خاصی نیست که بگی یا اول فصل کجاست همون دیواره دیواره سلول گیاهی قسمت های نازوکش بهش میگیم لان و نه همون دیواره است پس جنسش جنس دیواره است یکی از عناصر مهم دیواره هم چیه سلولوز این نکته اول پس جنس لان ازت پرسیدن نکته دوم بچه‌ها پلاس مودس این خیلی مهمه اولا بچه بهتون بگم این داستان منفذ و کانال و فلان و اینایی که داره میگه رو دیواره مربوط به سلول گیاهی ها ببین قارچ باکتری اینا هم بهتون گفتم دیواره, دار... دیواره دارن سلولشون ولی این داستان برای اونا صادق نیست دا یعنی فکر کنی در قارچ در باکتری اینا مثلا منفذ داشته باشن کانال ارتباطی پلاس مودس, پلا. اینا نیست در قارچ و در باکتری با اینکه دیوار دارن. دا... دیواره دیوارهشون این داستانی که دارن بهتون میگه نیست البته بتونم گفته بودم در آغازیان بتون گفتم بیشتر آغازیان دیواره دارن یه سری از آغازیان هستن مثل یه سری از جلبک ها آغازیان گیاه مانند هم اسلام بهشون میگن اینا این داستان منافذ و اینا رو دارن برای همین در اطباق آغازیان خیلی با احتیاط تستو بزنید ولی در اطباق قارچ و باکتری خیلی شیک و مجلسی مثلا گفتش که در دیواره قارچی لانهای موجود یا مثلا منافذ موجود یا کانال های خط بکش رو غلطه این داستان برای این نیست اما نکته که میخوام بهتون بگم اینه بچه ما سلول گیاهی زنده داریم سلول گیاهی مرده داریم کاملا روشنه دیگه صحبت چی بهتون کرده بود آقا یه قسمت های یه بافت های از گیاه که مثلا چوب پنبه بودن مردن سلول های گیاهی مردن یه سری هم گیاهی زنده هستن آقا این صحبت هایی که داری شما میکنی در تو سلول های گیاهی زنده است یا در تو سلول گیاهی مرده است این خیلی نکته مهمی تو تستا. لان چه در سلول گیاهی مرده و چه در سلول گیاهی زنده حضور داره این از این چون میدونید دیگه بهتون می گفتم سلول گیاهی زنده و مرده جفتشون دیواره دارن و اصلا دیواره شون همین نازک رو فلان هست برای همین لان هم در این هم در این هست اما پلاسمودس پلاسمودس بچا این کانال است که سیتوپلاسم ازش در جریان نیم. مثلا بچا تو تستام حواستون باشه ما اصطلاحا مثلا اگه بخوان جنس پلاسمودس من بپرسن به خاطر اینکه از این کانال ها این سیتوپلاست در جریانه مثلا جنسش هم میگیم سیتوپلاسمی و اصلا برای همین یک جاهای شما میبینید که از پلاسمودس به عنوان کلید زنده یاد میکنن نه اینکه فکر کنید پلاسمودس یه چیز زنده است ولی به خاطر اینکه سیتوپلاسم ازش عبور میکنه اصلا دیگه سیتوپلاسمی در نظرش میگیریم و سیتوپلاسم یک عامل اصلی زنده بوندن یک سلول گیاهی برای همین ممکنه شما یک جاهایی ببینید که از پلاسمودس به عنوان زنده یاد میکنه و خود این هم یه نکته بسیار فوق العاده است که بچه ها هر سلول گیاهی که پلاسمودس داشت و این پلاسمودس سیتوپلاسمون داشتن به هم بده سون میکردن قطعا جفتشون زنده یعنی اصلا پلاسمودس خاص سلول های گیاهی زنده است این نکته مهم بود پس لان چه در زنده و چه در غیر زنده اما پلاسمودس فقط در زنده اما آقا یعنی کلا منفذ هم درش گل میگیرن نه منفذ فلانه هست دیگه این سیتوپلاسمی بین هم رد و بدل نمیشه برای همین دیگه میگیم پلاس مودس ندارن جنس پلاس مودس هم بهتون گفتم اصطلاحا میگن توی سری تستا سیتوپلاسمی که به این هم توجه کنید بریم با هم پای تخته یه جدول جونم به این جدول براتون کشیدم در تو همین بحث سلولهای زنده و سلولهای مرده گیاهی که قشنگ بچه برای خود یه جمبندی کامل داشته باشین که آقا سلول زنده مرده چه سلول زنده گیاهی میتونه هست اینا که بچه مثبت منفی براتون زدم یعنی میتونه باشه میتونه نباشه اینجای با من سلول زنده هسته میتونه داشته باشه میتونه هسته نداشته باشه آقا مثالش مثالش سلول آوند آبکشی یعنی یه سلول هست مثلا یه سری سلول گیاهی هستن که زندن که هیچی هسته دارن و یه سری سلول هست زنده ولی هسته ندارن کی آقا آوند آبکشی با اینکه زنده هست هسته نداره پس در یه گیاه سلول های زندهش میتونن هم هسته داشته باشن هم سلول های زنده ای هستن در گیاه که هسته ندارم مثل آونده اما سلول مرده هسته نداره. میخوایم حکم کنیم ما داریم حکم میکنیم تو تستا بدونیم مرده هسته نداره این هسته میتونه داشته باشه میتونه نداشته باشه برای هم تو تستی گفتش که سلولی که فاقد هسته است از این تو نمیتونیم بفهمیم این زنده است یا مرده است که در واقع پلاسمودیسمش مثلا نظر بدی مثلا میگه سلول گیاهی که فاقد هسته است پلاس داره دارد نمیتونی در این نظر بدی فاقد هسته میتونه مرده باشه فاقد هسته میتونه باشه که زنده باشه و بله پلاس داشته باشه تو اینا خیلی بعد حواسمون رو جمع یک یکم باید با تست بری جلوتر کد رو بگیری بعد حکم قطعی تو بدی مثلا بریم جلوتر کد ویژه بهتری بگیریم اینه روی خیلی راحت بچا سلولی که سیتوپلاست داره قطعا زنده سلول گیاهی که سیتوپلاست داره قطعا زنده است و اونی که سیتوپلاست نداره قطعا مرده است یعنی اگر بگه سلولی فاقد سیتوپلاس تموم شد این است نداره این سلول زنده نیست دیگه خودت و چون زنده نیست هسته نداره دیگه خودت میتونی نکات بعدیش رو با هم ممزوج کنی یعنی این خیلی مهمه تو و بفهمی زنده است یا مرده نکته بعدی دیواره هم سلول گیاهی زنده و هم غیر زنده جفتشون دیواره رو دارن پورتوپلاس پورتوپلاس من بهتون گفتم دیگه بچه پورتوپلاس کل اون مجموعه است قشا سیتوپلاس هسته در سلول زنده پورتوپلاس هست در های مرده خدمت شما عرض شود که پورتوپلاست نیست. سوال که بچه‌ها اینجا براتون پیش آقا من نبودی یه سری سلول هستن که زندن و هسته ندارن. پس چجوری پروتوپلاست هست؟ بله خب سیتوپلاسم قشا که هستش. حالا هسته نیست. اما برعکسشو بگیره از ما سیتوپلاس رو بگیره سلول تموم میشه و فاتحش خونده است. لان چون بچه جفتشون دیواره دارن لان هم هر جفتشون دارن پس لان مقیاسی نیست که من بتونم باش نظر بدم سلولی که دارای لان است این نمیتونی به فهمی زنده است یا مرده چون جفتشون لان رو دارن بیا با من این و در رتبه قشا سلول های زنده قشا دارن سلول های مرده فاقد قشا هستن قشای سلول گیاهی هم چند تا نکته باز یادآوری کنم چون تو تستا مهمه مثل ما قشاشون بیشترین مولکولی که در قششون هست فسفولیپید هست فقط نکته 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 ما سلول های ما جانوری ها کلسترول دارند در دولایشون سلول های گیاهی فاقد کلسترول هم یادتون باشه چون میدونم تو تست استفاده میکنن هی میگم که تو ذهنت بشینه قشاشون هم تروایی نسبی ها نفس وزیر انتخابی داره دیگه بچه این نکتم یادتون باشه اینو گفتم یاد این افتادم دیواره خاصیت تروایی نسبی پذیر نفذر... نفذر... انتخابی نداره ها قشا داره آقا بچه چجوری مثلا تو عمل کرد های دیواره برمیگشت به اون گفت تو تبادل بحث تبادل میاد واپایش رو کنترل میکنه اون بحثش جداست چجوری جلوتر بحث ترجوسان سو اینا رو بگم اونجور کاملا متوجه میشین که کنترل میکنه اما نفوس بذری یا تراوای نسبی رو نداره یادتون باشه دیواره نداره اما قشاشون که داره دیگه قشاشون مثل ماه فقط تفاوت که تو قشا هست که یادتون میمونه اینه که قشا سلولای گیاهی فاقد کلسترول پلاسمودس سلول زنده پلاسمودس داره و مرده نداره پس جایی که به من گفتش که آقا سلول گیاهی دارای پلاسمودس من قسم از عباس سیرش می نیمسم که این سلول زنده است و فهمیدم سلول زنده است میتونم تو این مورد ها حکم بدم این خیلی مهمه پلاسمودس قشنگ کلید واژه برای هم بهتون گفتم بچه یک جایی پلاسمودس با بمونه زنده ازش یاد میکنن برای همین جنس هم بهتون گفتم دیگه تو تستا جنسش اگر خواست جنسش ما اصطلاحا میگیم سیتوپلاسمی چون سیتوپلاسم سیتو در جریانه اما مورد بعدی اندامک ها سلول گیاهی زنده اندامک می تواند داشته باشد می تواند نداشته باشد اما سلول گیاهی مرده قطعا اندامک نداره آقا خب سلول گیاهی مرده که اندامک نداره این کاملا مشخصه من میفهمم اما چه جوری سلول گیاهی زنده میتونه اندامک داشته باشه میتونه نداشته باشه من جلوتر بچا بحث آونده چوبی و بحث آونده که کامل خدمتتون عرض میکنم فقط به خاطر اینکه اینجا براتون یه رفه بشه و قشن براتون بحث جا بیفته ببینید قشنگ مثال بارزش بچه با سلول آوند آبکش هست سلول آوند آبکش با اینکه یک سلول زنده است تو پلاس بر زنده است دیگه همین ویژگی زنده هست هستش رو از دست میده اندامک هاشم رو از دست میده یا یا مثلا اگر میخواد اندامک نگهداری اندامکش تغییر یافته است و هم میتونه اصلا کلا از دست بده برای همین هسته و اندامک در سلول های زنده برای ما یه حالت دوراهی است یا هسته دارد یا ندارد با اینکه زنده است میت برای اندام کم یا دارد یا ندارد با اینکه سلول زنده است تو سلول زنده این دو حالت برای هسته و برای اندام هستش میتونه یک سلول گیاهی زنده باشه با هسته یا بی هسته یه سلول گیاهی زنده میتونه با اندام یا بی اندام با اینکه زنده است ولی دیگه ما بقی در تو حکم ما خیلی عالیه چند تا نکته از کل جدول بخوام بهتون بگم بچه این چیزهایی که در دو مدل هست خیلی مهمه مثلا لان مثلا دیواره اینا خیلی مهمه دیواره ولانه چه در سلول زنده و چه در سلول غیر زنده هست و اینهایی که بچه مثبت منفی هن. اینا برای حکم کردنتون عالیه برای تشخیص دادنتون عالیه مثلا در رابطه با پلاسمودس وقتی میگه سلولی فاقد پلاسمودس کاملا تموم شد دیگه علنا برگشت بهت گفت سلول مرده است سلولی داره پلاس تموم شد بهت گفت سلول زنده است اینا که مثبت منفی میشن خیلی بهتون کم پلاس داره نداره کاملا به لو میده و وقتی فهمیدی سلول زنده است یا فهمیدی سلول مرده است دیگه جواب دادن به تست خیلی برات راحت میشه برای همین این کد ها خیلی بهتون کمک میکنه اما بچا نکته ای هم که بگم حالا رو مانیتور هم هستیم در رابطه با لان که در رابطه این موضوع هم تو تستا مورد توجه قرار میگیره سوالی که دانش آموزان هم دارن و تو تستام هم هست اینکه خب آقا شما برگشتین گفتین که دیواره گیاهی دیواره نخستین داریم دیواره پسین داریم درسته بله خب شما گفتی که دیوار نخستین در همه هست اما دیوار پسی میتونه در تشکیل نشه یعنی دیوار نخستین در همه تشکیل میشه اما دیوار پسی میتونه در همه تشکیل نشه پس اینجا لان ما چجوریه ما لان اونایی که در دیوار نخستین دارن چه مدل اونایی که دیوار پسین تشکیل میدن لانشون چجوری میشه این نکته نکته مهمی و این سوال سوال قشنگی که تو تستام ازش استفاده میکنه ببینید بچا وقتی که سلول به دنیا اومد تیغه میانی اومد وسط دستگاه گلجی گفتم اون وزیکولار که حاوی پکتین هم هست پلیس میاد واسه تیغه رو میکشیم بعد میخوایم دیوار چینی بکنیم که کود بتونم گفتم دیوار چینی چه چی جوری بود مواد رو پروتوپلاسم اون سلول میساخت مواد که برای نیاز برای دیواره نخستینش مثل چیا گفتم سلولوز در ماده زمینش هم که پروتئین میخوایم و پلیس کارت غیر رشته بعد اگزوسیتوز میشد این مواد به بیرون از قشا و اونجا ما شروع میکردیم آجور چینی خب وقتی دیواره نخستین در سلول گیایی تشکیل شد خب دیواره نخستین یه قسمت بهتون گفتم دیگه نازک و فلان اینا داره خب فرضا مثلا بگیم این دیواره نخستین این قسمت های نازکش بهش میگیم لان دیواره نخستین قسمت های نازکش بهش میگیم لان این لانو رو بهش میگیم لان اولیه خیلی مهمه تو دست لان اولیه فرضا سلول گیایی از اون دست سلول هایی بود که بعداً بعد چه مثلا یه مدتی یهو تصمیم گرفت که آقا من دیواره پسینم میخوام دیواره پسین خاص شکلی بده دیواره پسین هم شروع میکنه که پشت دیواره نخستینش تشکیل بده حالا اینجا این نکته فوق مهمه بچه وقتی میخواد دیواره پ... اینجا اینجا می بینین؟ اینجا میخواد دیواره پسین شکل بده دیواره پسین میخواد پشتش شکل گفتم دیواره نخستین نخست برادر بزرگتر جلو وایم سی دیواره پسین بچه با ادبیه پشتش وایم میسه میخواد اینجا شکل بده تو قسمت هایی که ما لان همون لان اولیامون هست دیواره پسین تشکیل نمیشه این خیلی نکته نکته مهمی بود پس نکته ای که مثلا یه تست بهتون بگم مثلا اینجوری میگه که در سلولی فاقد رشد ا آقا فاقد رشده من میدونم سلول فاقد رشد من پس منظورش سلول زنده فاقد رشد منظورش کیه سلولی که دیواره پسین داره میگه در سلول گیاهی زنده فاقد رشد قسمت هایی که دیواره پسین تشکیل نشده جای خالی است لانه اون قسمت های بچه اون قسمت هایی که لان هست اونجا دیوار پسین تشکیل نمیشه پس این نکته یادتون میمونه دیگه در سلول های گیاهی که دیواره پسین دارند قسمت هایی که لان هست اونجاها دیواره پسین تشکیل نمیشه و لان هم که بهتون اونایی که دیواره نخستین دارن دیوار پسین پس تشکیل نمیشه هم لان اولیه براشون میمونه این نکاتی هم که بهتون گفتم در رابطه با خدمت شما ارشادت که دیواره ها و بحث پلاسموندوس مولان و اینها اینها را بچه خیلی تو تستا پلاسموندوس هم کاملا تو شکل مشاهده میکنند دیگه شکلش شکل هم کار تو تستا خیلی ازش استفاده کنید تست زیاد بزنید که کاملا براتون جا بیفته ان شاء تا جلسه بعدی برسم خدمتتون همتون رو خدا بیارم